سلام دوستان به کانال داچ میت سمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه چهار تا مدل مختلف زین رو یاد بگیریم چهار تا حرفی که میان وصل میشن به زین و معنی این فیل رو عوض میکنن پس با من همراه باشید <applause> همونجور که میدونید زین به معنی بودن صرف این فیل بیرایده هست ایh بین دو بیست ایر زی اس است ویر زیند ایر زید زی زی زیند این صرف فیلمونه این فلمون, فلمون در حالت پرتریتوم هستش و. و و در حالت پرفکت با فعل کمکی زاین میاد به علاوه پارتیتیب دو فعل که هستش گویزن گویزن پس ایخ بین من هستم ایخ و من بودم ایخ بین باز هم من بودم. در حالت پرفکت توی ویدیوهای گذشته چندین بار اشاره کردم که در صحبت در صحبت آمیانه معمولا از پرفکت استفاده میشه بر ساختن زمان گذشته و در نوشتار بیشتر از پرتریتوم استفاده میشه برای فعل زین ولی این طور نیست حتی در صحبت هم از پرتریتومش بیشتر استفاده میشه خب این از فعلمون فعل فیلم بودن صرفش کردیم حالت گذشته این فعل رو دیدیم حالا بهتون گفته بودم که قرار با همدیگه چهار تا مدل رو یاد بگیریم چهار تا حرف که میان متصل میشن به زین و معنی زین معنی این بودن رو کمی تغییر میدن شروع میکنیم با تو تو به علاوه زین تو زین این یعنی بسته بودن مثلا وقتی که میگیم دس فنستر است تو یعنی اینکه اون پنجره بسته هست دس فنستر است تو یا یعنی اینکه دی Tür است تو اون در بسته هست اگر هم بخوایم در گذشته بگیم طبق همون چیزی که الان داشتیم مثلا میتونیم بگیم دی و تو و و اوندر بسته بود به عنوان جایگزین برای همین تو زین میتونستیم از گشلاسن زین استفاده کنیم گشلاسن به معنی بسته بسته بودن میتونستیم بگیم دی تو است گشلاسن دی تو است گشلاسن یا یعنی اینکه das Fenster ist geschlossen. باز به همین معنیه یعنی اینکه بست است. پس فرقی با zu در این موقعیت die Tür ist zu مساویه با die Tür ist geschlossen. همینطور میتونستیم جایگزینش کنیم با verschlossen. قفل بودن. یعنی حتی میتونست به این معنی باشه که die Tür ist verschlossen. schlossen در قفل جفت معنی ها رو میتونه داشته باشه حالا برعکسش هستش auf sein auf sein باز بودن اگر بگیم دی Tür ist auf یعنی اون در بازه یا یعنی اینکه که das Fenster ist auf یعنی اینکه اون پنجره بازه در واقع هم معنی با geöffnet sein. دی تور است geöffnet اون در بازه. یا یعنی اینکه دس فنستر است geöffnet. یعنی اون پنجره بازه. حالت گذشتش رو هم که داشتیم دیگه. یا یعنی اینکه و auf یا یعنی اینکه ist auf gewesen. حالا ان زین ان زین این یعنی چی؟ ان زین به معنی روشن بودن ان زین مثلا دس لیخت است ان اون چراغ روشنه دس لیخت است ان یا اینکه که دیم است ان An Television Roschane. Der Fernseher ist an. Ja, das Radio ist an. Das Radio ist an und Radio Roschane. Pass an sein Bemanie roshan Budan. میتونستیم جایگزینش کنیم با این گشالتت زین دس لیخت است این گشالتت در فرنزیه است این گشلتت. پس ان زین میتونستیم هم... می جایگزین کنیم با این زین ولی همینطور بغیر از چیزهای برقی همینطور مثلا وقتی که بخوایم بگیم اون شم روشنه اون شم روشنه میتونیم اینجا هم از این استفاده کنیم دی کیتس است ان اون شم روشنه دی کیتس است ان پس میتونست حتی هم معنی باشه با ان گتسندت زین ان گتندت زین یعنی اینکه روشن بودن روشنه آتیش روشنه چیزی که آتیش داره شم پس همینطور میتونستیم بگیم دی کیتس است انگتوندت اون شم روشنه خب انزاین رو با هم دیدیم حالا آوس زاین یعنی چی؟ آوس زاین به معنی تموم بودن چیزی مثلا اگر چیزی تموم بشه مثلا وقتی که میگیم das Mehl ist aus یعنی اینکه دیگه میل das Mehl یعنی آرد یعنی دیگه آرد وجود نداره آرد تموم شده آرد نداریم یا حالا هر چیز دیگه یا میتونیم جایی گذینش کنیم مثلا وقتی که میرین یک مغازه سوپرمارکتی و یک چیزی میخواین و اون شخص میگه حالا هر چیزی که خواستین میگه است آوس یعنی که اون چیز دیگه وجود نداره تموم شده تو این معنیش میتونیم جایگزینش کنیم با alle sein وقتی که میگیم das Mehl ist alle یعنی این که آرت تموم شده حالا این aus sein این معنیش معنیه که بیشتر برای یک سری منطقه ها استفاده میشه تو آلمان برای یک سری ایالت ها معنیه که همه جای آلمان استفاده میشه با این کلمه aus sein وقتی که دو نفر مثلا دوست پسر دوست دختر یا اینکه زن و شوهر یا حالا حتی دو تا دوست از هم جدا میشن zwischen uns ist es aus ما بین ما همه چیز تموم شده zwischen uns ist اس aus در واقع یعنی ما از هم جدا شدیم شاید هم تا به حال شنیده باشین که آس اوند فابای آس اوند فابای یعنی اینکه یک بار برای همیشه تموم غیر قابل برگشت تمومه یک همچین چیزی چیزی که دیگه درست شدنی نیست تموم شده و در آخر وک زین وک زین این یعنی چی این رو وقتی استفاده می کنیم که بخوایم بگیم یک چیزی گم شده. مین تش است وگ. کیفم گم شده. مین هندی است وگ. موبایلم گم شده. پس وگ زاین یک چیزی که پیداش نمی کنیم. گم شده. دیگه نیست. دوستان اینها بودن چند تا فعل امروزمون همه در مورد زین معنی های مختلفش که با این حالا پیشوند میخوایم اسمش رو بذاریم یا هر چیز که قبلش میاد معنی خود زین رو تغییر میکنه عوض میکنه یادتون باشه این حروفی که قبل از زین میان به زین چسبیده نمیشن از هم باید سوا نوشته بشن این خیلی مهمه اگر سوالی بعد از دیدن این ویدیو براتون پیش اومد برام تو کامنت ها بنویسین ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه